درود میفرستم بر همگی شما دوستداران برنامه سخن روز، فرزندان کوروش. امیدوارم که هفته خوبی رو گذرانده باشید و حال همگی شما خوب باشه. سخن روز هفته با اجرای من بهمن جلی از ونکوور کانادا و آقای حشمت رئیسی از برلین، با نگاهی دقیق و روشنگرایانه به مسائل مهم ایران از نگاه دو نسل و با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت اما ایرانگرایانه هر هفته برای شما در روز یکشنبه تهیه میشه که ضبط شده اون رو در روز دوشنبه برای شما برای یوتیوب قرار میدیم. جناب رئیسی درود میفرستم خدمت شما. درود بر شما جناب جلدی، امیدوارم خوب باشید و امیدوارم شنوندگان و بینندگانتون سالم باشن و سرحال در صورت در خدمتون است. سپاسگزارم. شنوندگان و بینندگان که فقط متعلق به بنده یا سخن روز هفته نیستن، شنونده ها و بینندگان ما برای این برنامه‌ای که به صورت مشترک ما اجرا میکنیم و از قبل در اون طول برنامه کنکاش روز جمعه ما اجرا میکردیم، برنامه‌های ما رو پیگیری میکردن تا الان که به دلیل اینی که آزادی بیشتری داشته باشیم و به راحتی بتونیم صحبت بکنیم، این رو خارج از اون سیستم تلویزیون هایی که هستن داریم اجرا میکنیم. همینجا من خدمت تمام شما دوستانی که ایمیل فرستادید درود میفرستم، سپاسگزاری میکنم از نکته بینی هاتون، از حمایت هاتون. اما برگردیم به موضوع مهمی که این هفته اتفاق افتاد و موضوعاتی که اتفاق افتاد، مسئله حرکت کردن ناوگان ضربتی نیروی دریایی امریکاست. این گروه دریایی که فرستاده شده، اینها برای مراقبت و نگهبانی نیست، اینها برای گروه حمله است و اون کشتی مخصوصی که امریکایی‌ها ارسال کردن، این کشتی اصولا تنها اسلحه‌ای که داره موشک‌های دریا به زمین هست و موشک‌های دریا به هوا، و از نوع موشک‌هایی هم هست که تقریباً همانند همون موشک‌هایی که روسیه از دریای مازندران یا دریای کاسپین شلیک می‌کرد و از شمال ایران می‌رفت در داخل سوریه نقاط رو می‌زد. بنابراین دوستان، این رو من می‌خوام خدمتتون توضیح بدم که اصلاً مهم نیست اگر این یک فروند کشتی موشکبر امریکایی وارد خلیج فارس بشه یا نشه، و اصولا نیازی نداره وارد خلیج فارس یا دریای عمان بشه. از اقیانوس هند اون میتونه عملیات خودش رو انجام بده. ناو هواپیمابری هم که میاد، اینها ناوها به قدری بزرگ و سنگین هست که قدرت مانور اینا در داخل خلیج فارس بسیار کم میشه، و به دلیل اون ترافیک دریایی که در اونجا هست اصولا اینها وارد خلیج فارس نمیشه و احتمالاً تا دهنه دریای عمان در همونجا باقی میمونن. اما نیروی دریایی امریکا اصلا پایگاه دریایی داره، هم در بحرین و هم پایگاه هوایی داره در قطر، و به هر صورت این مسئله رو با هم دیگه میشکافیم. ولی آقای رئیسی، من از شما میخوام خواهش بکنم، شما چگونه وضعیت رو میبینید و این حرکاتی که از سوی ادمنستریشن آقای ترامپ شروع شده و بازتابش در داخل ایران؟ بله، من فکر میکنم تاکتیکای آقای ترامپ شناخته شده است. اگر اولش دچار ابهام میشدن به عنوان مردی بسیار پیشبین ناپذیر شهرت داشت، ولی الان من فکر میکنم که برای یک موضوع معین که میخواد متمرکز بشه روش و حل کنه، بیشترین فشار ممکن رو اون قانون وارد میکنه. حالا فشار سیاسی، دیپلماسی، فشار اقتصادی سنگین، فشار نظامی، جنگ روانی فوق‌العاده زیاد، تا اراده طرف رو در هم بشکنه، یا طرف رو
در موقعیت ضعیف قرار بده، اون موقع دست به دومش که مذاکره است رو جلو ببره و شیوه مذاکرهش هم قابل پیشبینی است. به عنوان به صورت یک تاجر معامله میکنه تا به صورت یک دیپلمات. و به همین دلیل هم یک کاراکتری هم دارد در که رسم شده به خود اروپایی ها روش متمرکز هستن، خودشیفتگی بیمارگونه این شخص که اغلب روانپزشکای آمریکایی هم روی این دست کنه. انسان ها خودشیفته هم به اصطلاح چی میخواد؟ همیشه هی تأییدیه میخواد، یا به زبان عامیانه که قابل برو برای همه قابل فهم باشه، پاچه خان. به همین دلیل در اطراف انسان های خودشیفته پاچه خارار رشد میکنن و اونهایی که نیستن روی عقایدشون و سعی میکنن مدیریت رو بر پای خرب جمعی پیش ببرن مورد قبول واقع نمیشه. مثل آقای ماتیس، اون یه کارشناس حوزه نظامی با یه اعتماد به نفسی که این آدم در زمینه کار خودش، زندگی خودش، زندگی نظامی خودش به دست آورده، اینا مورد قبول نیستن و ترد میشن. به خاطر همینم در مدت 2 سال اول ریاست جمهوری آقای ترامپ ما تعداد زیادی رو میبینیم که حذف میشه. اینا در صورت انسانایی بودن که احتمالاً میتونستن عقاید خودشون رو بیان بکنن و بیشتر آدمهایی میخواد که ای تاییدیه بدن. این آدم خودشیفتی هم چون کاراکتری دارن. به همین دلیل هم اگر مخالفش یا دشمنش یا مخالفش اون کاراکتر رو زیر علامت سوال ببره، بسیار خطرناک. یعنی این ویژگی شخصش که مثلا فرض کن به اون جایگاهی که خودش برای خودش قائله، مثلا دائما بخواد اثبات کنه از 44 رئیس جمهور آمریکا بهتر، بخواد نشون بده که حتما از اوباما بهتر. یعنی درگیری ها رو کاملا شخصی میکنه، حالا خطی نمیکنه که خب خط اوباما چی هست، خط من چی هست. این تفاوت ها رو روش مکس نمیکنه. همیشه این خصوصیت داره و یکی از مسائلی هست که خطرزا میتونه باشه. اگر دقت کنین به کره شمالی هم همین رفتاره، با حد اکثر فشار نظامی که آدم فکر میکرد همین فردا پس فردا یه جنگ اتمی را بیفته، اینقدر فضا سنگین شد و بعد ملاقات هایی که صورت گرفت، ملاقات هایی هم که صورت گرفت خود آقای رهبر کره شمالی در صورت تونستن اینا رابطه عاطفی با هم برقرار کنن، رابطه احترام آمیز. ولی نیروهایی هستن کنارش که قبول نکرد یا بازی رو خراب کرد. آقای پومپو این نقش تخریبگر رو در دیپلماسی آمریکا بازی کرد، هم در مورد کره این حالت رو میبینیم، هم در مورد به اصطلاح چین این حالت رو میبینیم، هم در مورد ونزوئلا به شدت خرابکاری کردن. یعنی این ذهنیت رو الغا کردن به آقای ترامپ که کار دیگه تمومه، فقط تو یک فرمون بدی همه چی تمومه، در صورتی که مشخص بود که اینها بیشتر بر پایه توهمات، شایعات یا چی میگم خود بزرگینی های آقای گوایدو و قلوب آمی صحبت کردن و اون برنامه ریزی شده که ارتشی ها میپیوندن فلان و دیدیم که نشد. در صورت این مجبوره که عرض کردم الان ما در رابطه با جمهوری اسلامی تمام این فشارهای ممکن رو بارد. حالا طرف مقابلم با توجه به سابقه ام و بدبینی مطلقی که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد آمریکایی ها وجود داره و بخصوص این برجام رو که خیلی سرانجام بدی داشت، اینا رو به حساب اینم میذارن که طبیعی هم هست که
اینا به توطئه گرانه برخورد میکنن، یعنی پایبند به هیچ اصول اخلاقی و هیچ اصولی نیستن، تا لحظه دیگه به همه چی رو به هم بزنن. این بدبینی هم بین طرفین به اوج خودش رسیده. تو این میان به اصلا دو کشور هست که این بدبینی رو شدیدن دامن میزن، یکی اسرائیل، یکی هم عربستان و امارات. خب به جای اون و بدبینی رو دامن میزن، چون سودشون در شکاف عمیق‌تر شدن شکاف بین ایران و آمریکاست و منافعشون از این طریق دست میاد. با توجه به این توضیحات من فکر میکنم اوضاع بسیار خطرناک، بسیار خطرناک، و به همین دلیلم آقای پومپئو سراسیمه سفر آلمانش رو لغو کرد و به عراق رفت. امروز مشخص شد که میخواست عراقی ها بگه به ایرانی ها بگی که ما قصد جنگ نداریم. اینا چون به شدت نگران نیروهاشون تو عراق بودن. آقای عمار یاسر کی هست؟ همین که تو ایران زمان جنگ بود. الان دیروز موضع چیز گرفت که اگر جنگی بشه ما بی طرف. امروز توی در چیزش بمب گذاشتن، 8 نفر هم کشتن. و این به دستور تهران نیست، خود اون نیروهای بومی محلی این پدیده رو تحمل نمی کنه. این رو هم اطلاع دارم که به حزب الله، حشید شبی، فاطمیون، زینبیون، همه اینها نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی آتش به اختیار دادن، یعنی خودشون تصمیم بگیرن با توجه به جنگ عراق که تمام سیستم مخابراتی نابود شد، مختل شد. احتمال میدن که اگر حمله به آمریکا بکنه اول سیستم ها را به هم میزنه که ارتباط نباشه. و همین دلیل حزب الله جلسه گرفت و همشون که اولین گلوله‌ای که به طرف ایران شلیک شد اینا به اصطلاح وارد جنگ کردن و حزب الله سیل موشک رو به طرف اسرائیل صادر کرد. این تصمیم درونی حزب الله است که حالا به یک شکلای اروپاییان از این هم مطلع شد. یعنی در حقیقت اینجا خود اسرائیل که بیشترین یعنی مشوق جنگ هست تبدیل شده به پاشناشیل آمریکا برای حمله به ایران. و اینم با پایان بگم، من فکر کنم نظامیان آمریکا خیلی عاقل باید باشن یک ناو به این عظمت رو بفرستن توی آبهای کم عمق برای این کشتی که مناطق معینی عمق داره برای حرکت کشتی، بعد قدرت مانورش کاملا ازش بگیرن. هر چقدر قدرت پدافندی داشته باشه با توجه به اینکه به اصطلاح چیز عرض خلیج فارس 90 مایل فکر میکنم باشه، یا از کانهای پرتاب موشک ایران به قطر 300 کیلومتر تمام موشکای نقطه زن داره، امارات هم همین حدوده، بحرین هم همین حدوده. یعنی اینا به هواپیما بر توی خلیج فارس تبدیل به همباره میشه، یعنی برای که مثلا قدرت مانورش تو اقیانوس هست، به قول شما موشکای کروز داره که از اونجا هر نقطه ایران رو بزنه. این واقعیت. و هواپیماهای این هم با توجه به که پایگاه قطر و هوایی داره توی امارات به اصطلاح بمب افکنای به 52 اومده، اینا نمیدونم این کشتی بیشتر به نقطه ضعف آمریکا تبدیل میشه تا به نقطه قوتش توی جنگ. و با توجه به اینکه خب به نظر من توانای موشکی ایران برای منهدم کردن کشتی هست، قایقای انتحاری دارن، زیر دریایی کوچک انتحاری دارن، نمیفهم بسیار ابزارها رو دارن که این کشتی سالم در نمیاد. بهتره با آقای آمریکایی بگو آره قربون کشتی به نیا در دسترم برای ما درست نکن، برای خودت هم درست نکن. در صورت این خلاصه است که میتونستم از فضای امروزی بیان بکنم. خیلی سپاسگزارم آقای رئیسی. در تاکید به تعدادی از نکاتی که شما اشاره کردید، من چند تا فیلم آماده کردم و اینها رو
در همینجا با دوستان در میون میذارم و براشون نشون میدم که خودشون بتونن این رو با دید خودشون تجزیه تحلیل بکنه. یعنی تلویزیون فاکس یکی از تلویزیون های هوادار آقای ترامپ بوده و هست و شیوه تفکری آقای ترامپ رو دنبال میکنه. آقای تاکر برنامه هایی داره در شبکه فاکس که مسائل مهم روز رو یا هفته رو صحبت میکنه. این فیلمی که شما الان براتون پخش میکنه 8 ماه پیش، نه دیروز، 8 ماه پیش این فیلم بر روی شبکه فاکس پخش شده و بنابراین این نشون میده این اتفاقاتی که شما دارید الان میبینید در عرض این 1 هفته 10 روز افتاده، اینا چیزی نیست که شب خوابیدن صبح بلند شدن و ناگهان تصمیم گرفتن یه همچین کاری انجام بدن. ناگهان اتفاق نمیفته، این بر اساس اون توازن قوا و برنامه‌ریزی های بلند مدت استراتژیکه. آقای تاکر در اینجا با یکی از سرهنگ های بازنشسته پنتاگون یعنی وزارت دفاع امریکا که وظیفش و تجربهش تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی های استراتژیک برای نیروی نظامی امریکاست داره صحبت میکنه. این فرد نه کارمند از این انستیتوهای امریکایی هست که چون حقوق میگیرن باید اون حرفی رو بزنن که رئیسشون بهشون داره میگه. Let's hope that he understands exactly what's going on. Douglas McGregor is a retired army colonel, author of the book Margin of Victory, a frequent guest on the show, and he joins us tonight. McGregor, thank you very much for coming on. Thanks, Tucker. I appreciate it. So the, I can't help since I've been in Washington. The people who are pushing this new entanglement, this new enterprise, are. If he did, we would never have made any progress on the Korean Peninsula. We would not be working with the Chinese. We would never have met with Vladimir Putin. So God bless the president. He doesn't listen to these people. So خب اینجا ایشون داره میگه خداوند آقای ترامپ رو حفظ بکنه که به این ادوایزرش اصلا گوش نمیکنه. دقیقا مسئله‌ای که شما مطرح کردید، اگر که آقای ترامپ به این ادوایزرایی که داره گوش میکرد، ما هیچ وقت اون رابطه دوستانه رو با آقای پوتین پیدا نمیکردیم، مسئله کره شمالی رو به اینجا نمیرسوندیم و مسائل مربوط به رابطه با چین و مهار کردن اقتصادی چین رو نمیتونستیم انجام بدیم. خداوند ترامپ رو حفظ بکنه که به این ادوایزراش گوش نمیکنه و خودش تصمیم میگیره. I'm not too worried about that. The thing that does worry me though, given the some of the comments that are being made, is this red meat on the table for the war lobby. You and I know that there are a lot of people who would welcome conflict with Iran. That's obvious. میگه چیزی که منو نگران میکنه اون گروهی است که دائم دارن به دنبال ایجاد یک درگیری بین ایران و آمریکا فعالیت میکنن، اونه که من نگران میکنه. I think the president needs to watch carefully for the potential for something like the Gulf of Tonkin incident. میگه من معتقدم که رئیس جمهور باید مواظب باشه اتفاقی که همانند اون اتفاق در خلیج تانکن افتاد رخ نده. خلیج تانکن آغاز شروع جنگ ویتنام بود و بعدها مشخص شد اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده بود. یعنی اخبار جعلی ساختند که نیروهای ویتنامی یک ناوچه امریکایی رو در خلیج تانکن زدن و ناو امریکایی رو غرق کردن و مردم رو در امریکا به هیجان آوردن که چگونه ویتنام جرأت کرده ناو امریکایی رو بزنه و جنگ ویتنام آغاز شد. بعد از پایان جنگ مشخص شد اصلا ویتنامی‌ها به ناوچه حمله نکردن و اصلا ناوچه‌ای در اونجا نبوده و اصلا نیروی امریکایی در اونجا کشته نشده. همش دروغ بوده. ایشون داره میگه من به پرزیدنت سفارش میکنم که مواظب باشه اتفاق خلیج تانکن تکرار نشه در ارتباط با ایران. Many of your viewers may not remember that. It never happened. And we could very well be treated to something like that in the Gulf. We should watch for that. And this is an example of President Trump's comments on fake news. میگه این دقیقا همون چیزی که آقای ترامپ همیشه تکرار میکنه، اخبار دروغ. این صحبتی که شما دارید میشنوید 8 ماه پیش انجام شده، نه هفته پیش. 8 ماه پیش افرادی که دستن در کار مسائل نظامی و استراتژیک امریکا هستن به این نکات دارن اشاره میکنن، میان در تلویزیون
سراسری امریکا صحبت میکنن، تلویزیونی که نه ضد آقای ترامپ هست، این تلویزیونیه که طرفدار آقای ترامپ هست. فیلم بعدی که من میخوام خدمتتون نشون بدم در ارتباط با آقای ترامپ هست. باز من دیدم که تلویزیون های لندنی و که عادت داره تولید کردن اخبار جعلی و فیک نیوز اومدن و این صحبت آقای ترامپ رو اونجاهایش که دوست داشتن قطع کردن و فقط اون قسمتی رو آوردن آگراندیسمان دارن میکنن که دائم میگه به من زنگ بزنید. ولی اصل مطلب مهمی که آقای ترامپ صحبت میکنه این نیست که به من زنگ بزنید، اصلش این قسمتیه که هیچ کس اون رو نشون نمیده، در موردش هم صحبت نمیکنه. دقیقا ارتباط داره با صحبت همون کارشناس نظامی که الان کرد. ببینید آقای ترامپ داره به مردم امریکا و به اون کارشناسانی که متخصص هستن و صحبت ایشون رو دنبال میکنن چی میگه و چگونه بهشون داره میگه که خیالتون راحت باشه من مواظب هستم. خبرنگار میپرسه که این مسئله فرستادن ناو هواپیما برای اینا چیه؟ میگه یه اطلاعاتی به دست ما رسید شما خبر ندارید، ولی برای حفظ امنیت نیروهای امریکایی در اون منطقه من این کشتی ها رو اعزام کردم، ناو هواپیما رو. لحاظ قانونی آقای ترامپ موظف این کار رو انجام بده، یعنی اگر این کار رو انجام نده بعد از دوره ریاست جمهوریش دشمناش میتونن بیان و اصلا اینو محاکمه دادگاهی بکنن که تو وظیفه ریاست جمهوری تو برای حفظ نیروهای امریکایی انجام ندادی. یعنی دقیقا همون بلایی که سر هیلاری کلینتون آوردن، هیلاری کلینتون رو محکوم کردن به اینکه از جان نیروهای امریکایی در لیبی حفاظت نکرد و سفیر امریکا در لیبی و نیروهای نظامی امریکا در لیبی در اون حمله به نیروهای اسلامی کشته شده. I'd like to see them call me. You know, John Kerry speaks to them a lot. John Kerry tells them not to call. That's a violation of the Logan Act. اینجا ایشون وقتی میگه من دوست دارم که اونها به من زنگ بزنن، منظورش این نیست که یعنی الان آقای خامنه‌ای گوشی رو برداره زنگ بزنه. ایشون داره میگه چه اتفاقاتی پشت پرده میفته. میگه که به جای اینی که سیاستمداران ایرانی با من تماس بگیرن، دارن با همون گروه فاسدی که من دارم سعی میکنم از صحنه سیاسی امریکا بزنم ایشون بیرون تماس میگیرن که نمایندهشون جان کریه و بر اساس قوانین امریکا هیچ فردی خارج از کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا حق نداره با نمایندهای دولت‌های خارجی تماس بشه و صحبت بکنه و آقای جان کری این کارو داره میکنه و ایشون داره اشاره میکنه اگر جان کری این کارو بکنه خلاف قانون انجام داره میده و وزارت دادگستری امریکا ایشون رو دستگیر خواهد کرد و به ایرانی‌ها من توصیه میکنم حرف جان کری رو گوش نکنن، چون جان کری داره منحرفشون میکنه. جان کری به اونا داره میگه که با من تماس نگیره، صبر بکنن و بعداً تماس بگیرن. And frankly he should be prosecuted on that, but my people don't want to do anything that's only the Democrats do that kind of stuff. You know? If it were the opposite way they'd prosecute him under the Logan Act. But John Kerry violated the Logan Act. He's talking to Iran and has many meetings and many phone calls and he's telling them what to do. That is a total violation of the Logan Act. Because what they should be doing is their economy is a mess ever since I took away the Iran deal. They have inflation that's the highest number I've ever heard. They're having riots every weekend and during the week even. And what they should be doing is calling me up, sitting down, we can make a deal, a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons, not too much to ask. And we would help put them back into great shape. بشه داره میگه کاری که باید ایرانی‌ها بکنن اینه که به حرف جان کری گوش نکنن، بیان با من تماس بگیرن بشینیم و یه معامله با هم انجام بدیم. اقتصادشون خرابه، هر روز در اونجا داره تظاهرات انجام میشه، تورم بسیار بالاست. اگر با من بیان شروع به صحبت بکنن من کمکشون میکنم و آنچنان به اینا کمک میکنم که تمام این مشکلاتشون برطرف بشه. همه اینا داره میگه که آقای ترامپ به دنبال براندازی نیست، به دنبال تغییر رفتار رژیمه. Bad shape right now. I look forward to the day where we can actually help Iran. We're not looking to hurt Iran.
I want them to be strong and great and have a great economy. But they're listening to John Kerry, who's violated a very important element of what he's supposed to be doing. He violated the Logan Act. خب این باز تکرار میکنه جان کری قوانین امریکا رو داره زیر پا میذاره قانون لوگن رو. یک مصاحبه دیگری در برابر کاخ سفید انجام میده و در اونجا خبرنگار ازش میپرسه که آیا شما دارید آماده درگیری با ایران میشید و آقای جان بولتن مشاور امنیت ملی شما داره شما را هدایت میکنه به سمت درگیری با ایران. آقای ترامپ با کمال روشنی و واضح بودن کلماتش برمیگرده میگه که درسته که جان بولتن صحبت‌های بسیار داغ و هیجانی انجام میده، اما گاهی اوقات این من هستم که باید به جان بولتن آرامش بدم و بهش بگم آروم باش، خیالت راحت باشه، اتفاقی نمیفته و نه ما به دنبال درگیری نخواهیم رفت. یعنی در اونجا به وضوح ایشون به خبرنگارا میگه که درسته جان بولتن دنبال این کار هست ولی من حواسم جمعه. ولی چه وضعیتی داره به وجود میاد آقای رئیسی؟ وضعیتی که داره به وجود میاد اینه، یه سری در داخل ایران به دنبال ایجاد جنگ میخوان جنگ، ولی این منظور وقتی ما میگیم جنگ منظور جنگ کامل نیست، یه درگیریه، دنبال اینا یه درگیری کوچکی به وجود بیاد. یه عده در داخل امریکا هم اینو میخوان و یه عده در منطقه خواهان اینا، اسرائیلیا و عربستان سعودی. ولی مشکلی که وجود داره اینه، شما میتونید یه درگیری رو آغاز بکنید، شما میتونید آغاز کننده یه حمله باشی، ولی شما نخواهید بود که این حمله رو پایان میدی. این طرف مقابلی که تصمیم میگیره کی حمله رو پایان بده و تسلیم بشه. این یه نکته است. نکته دوم این هست که هر گونه درگیری، نه جنگ، چون جنگ صورت نمیگیره، امریکا نیروی زمینی وارد نمیکنه. جنگ موقعی بهش میگن جنگ که نیروی زمینی وارد بشه یا منطقه رو بگیرن و اونجا بمونن و اون منطقه رو حفظ بکنن. امریکا اصلا به دنبال همچی چیزی نیست. بنابراین اگر یه درگیری رخ بده، تمام اون زیرساخت‌های ایران در عرض 24 ساعت نابود خواهد شد. یه مسئله خطرناکی که هست این هست که امریکا دو تا بمب افکن B-52 آورده. بمب افکن B-52 که بمبای لیزری نمیندازه که. بمب افکن B-52 برای کارپت بامبینگ استفاده میشه. کارپت بامبینگ یعنی اینها بمب‌های بسیار قدرتمند فراوانی رو می‌ریزن و مثل فرش یک قطعه از شهر یا زمین رو از ابتدا تا انتها نابود می‌کنن. یعنی همچین چیزی نیست با B-52 که شما میری فقط اون خونه هر که آقای قاسم سلیمانی تو اون خونه هست بره اون خونه هر بزنه. نه خیر. یه دونه از این B-52 ها از اول اهواز تا آخر اهواز رو در عرض 15 دقیقه با خاک یکسان می‌کنه. این مسئله بسیار مهمیه. این نشون دهنده اونه که ایشون این رو آورده که به اون افراد بگه که اگر بخواید درگیری آغاز بکنی بعد من درگیری رو شدتش بالا میبره، یعنی از نقطه زنی توسط اون ناو دریایی که موشک میزنه میبرم به سطح کارپت بامبینگ و تمام منطقه رو زده. آقای ترامپ حواسش به این مسئله بسیار جمعه که فقط همون جور که شما گفتید فشار رو تا اونجایی برسونه که در برنامه‌های قبلا ما گفتیم کنترل خاورمیانه غالبا از طریق مدیریت بحران انجام میشه، یعنی بحران ایجاد میکنن و از طریق اون بحران مدیریت رو انجام میده. دقیقا همون کاری که سادات انجام داد با امریکایی‌ها که مطرح کردیم، سادات میخواست با امریکایی‌ها وارد مذاکره بشه، دقیقا روزی که آقای ناصر قرار بود دفع بشه سادات رفت در زیرزمین هتل و با سفیر امریکا نماینده امریکا که اومده بود صحبت کرد. یک گزارش دیگری هست که صحبت میکنه در مورد اینکه این حرکات از کی شروع شده. 5 روز پیش خبرنگار که در اونجا این مسئله رو مطرح میکنه اسمش هست باراک ریوت. آقای باراک ریوت که یکی از خبرنگاران شناخته شده امریکا اسرائیل
در تلویزیون کانال 13 اسرائیل هست میاد و میگه که در روز 22 اپریل مشاور امنیت ملی اسرائیل، یعنی کسی که هم سطح با جان بولتن، میاد در واشنگتن در 22 اپریل و با آقای جان بولتن ملاقات میکنه. این آقا کی هست؟ میر بن شبت. آقای میر بن شبت میاد و در اونجا با آقای جان بولتن در روز 22 اپریل ملاقات میکنه. در این ملاقات چه صحبتی انجام میشه؟ این طور به نظر میرسه که در اونجا آقای جان بولتن بعد از گوش کردن به صحبت‌های آقای میر بن شباس از ایشون سوال میکنه که شما چه اطلاعاتی در مورد ایران دارید؟ آیا ایرانیا حرکات جدیدی دارن انجام میدن؟ آیا یه اطلاعاتی دارید که من بتونم استفاده بکنم که به آقای رئیس جمهور نشون بدم که ایرانیا ممکنه که ایجاد خطر بکنه؟ و مشاور امنیت ملی اسرائیل اون اطلاعاتی رو که آقای جان بولتن دنبالش هست رو در اختیارش میذاره و میگه بله بله، ما یه اطلاعاتی داریم که نیروهای ایرانی میخوان در منطقه خاورمیانه سربازای امریکایی رو بکشن. آقای جان بولتن هم این اطلاعات رو میگیره دستش، میدوه تو کاخ سفید. یافتم آقای رئیس جمهور، ببینید من الان اطلاعات سازمان امنیت رو گرفتم، اطلاعات محرمانه که ایرانی ها میخوان نیروهای امریکایی رو بکشن در منطقه خاورمیانه. بنابراین این اطلاعاتی که هی گفته میشه در اختیار آقای رئیس جمهور قرار گرفته، این اطلاعات توسط اسرائیل در اختیار آقای جان بولتن قرار میگیره که آقای جان بولتن ببره و بر روی میز آقای رئیس جمهور بذاره. این روز 22 اپریل رخ میده. رئیس جمهور امریکا همچنان عکس العملی به این اطلاعاتی که داده میشه نشون نمیده. یک هفته بعدش 29 اپریل برخلاف تمام رسم و رسومات موجود در سیستم اداری امریکا، جان بولتن بلند میشه میره و در داخل CIA یک ملاقات سراسری انجام میده. این برخلاف تمام اون روش هایی که در امریکا وجود داره. کیا رو میبینه؟ در اونجا میره مدیر CIA رو میبینه، خانم جینا هسپل. معاون وزیر دفاع رو میبینه، آقای پاتریک شنهن. و خود آقای پومپئو رو. و این اطلاعات رو در اونجا بر روی میز باز میذاره. اصرار زیادی میکنه که این اطلاعات اطلاعات صحیح و درستیه و بر اساس این اطلاعات شما باید به ما یک گزارش بدید. ببینید در زمان حمله به عراق همین حالت اتفاق رخ داد. اینجا آقای جان بولتن مشاور امنیت ملی داره این انجام میده، در اون زمان وزیر دفاع امریکا این کار انجام داد. ایشون رفتش در CIA و به CIA گفت که شما در مورد این اطلاعاتی که عراقی ها سلاح کشتار جمعی دارن یه گزارش بدید و فشار وارد کرد که یک گزارشی بدید در این مورد و این اخبار رو پیدا بکنید. و چون اخبار به مقدار زیادی در فایل ها وجود داره، اون کارشناس میتونه هر جوری که بخواد این اخبار رو بچینه به صورتی که یه گزارشی تهیه بکنه که بله عراقی ها سلاح کشتار جمعی شیمیایی دارن یا ندارن. آقای جان بولتن یه همچین کاری رو کرد و در روز 29 اپریل بعد از ملاقات کردن با این کمیته یک گزارشی تهیه کردن و اون گزارش دوباره آقای جان بولتن برداشت آورد گذاشت رو میز رئیس جمهور که ببینید حالا خود سازمان اطلاعاتی امریکایی هم دارن تایید میکنن که ایرانی ها میخوان یه تعداد امریکایی رو بکشن. در اینجاست که بعد آقای ترامپ مجبور میشه که دستور بده این ناو هوایی هواپیما حرکت بکنه به سمت خلیج فارس، اون ناو موشک‌انداز حرکت بکنه به سمت خلیج فارس و همینطور این دوتا بمب افکن ها بیاد. عراقی این مسئله رو سابقه شو دارن که چگونه براشون تله گذاشته شد. لیبیایی ها این مسئله رو دارن که چگونه این تله براشون گذاشته شد. در دوران کلینتون یک نیروی غواص اسرائیلی میره از طریق دریای مدیترانه در ساحل لیبی
دستگاه مخابراتی در اونجا میذاره و میدونه که نیروهای استراق سمع نظامی امریکا دارن اینو گوش میکنن و بر روی موجی که مخابرات ارتش لیبی انجام میشه، بر روی اون موج اینها یک اخباری رو میفرستن بر اساس اینکه دارن به یک تیمای تروریستی گزارش میدن که یا دستور میدن که به چه نقاطی در داخل اروپا و امریکا حمله بکنن. یعنی یه تله گذاشته میشه برای نیروهای امریکایی، بر اساس همون تله‌ای که این نیروهای اسرائیلی میذارن در زمان آقای کلینتون حمله شد به لیبی و کاخ رئیس جمهوری بمباران شد و هر چقدر لیبی گفت ما همچین عملیاتی انجام ندادیم، اینها مدارک نشون دادن که نه، اینها استراق سمع ما نشون میده که شماها این اطلاعات داشتید رله میکردید، ولی اون توسط ارتش لیبی نبود، توسط این تیم نیرو مخصوص اسرائیلی بود که آمده بود تو ساحل لیبی دکل همه چی رو زده بود و اینو انجام داده بود. یک همچین اتفاقی ممکنه در خلیج فارس رخ بده. اسرائیل همه مردمش دنبال جنگ نیستن، همه جنرالش هم دنبال جنگ نیستن، ولی یه گروهی در داخل اسرائیل دنبال این هستن که جنگ انجام بشه. یه گروهی در داخل اسرائیل معتقد هستن که ایران بزرگ به ضررشونه، ایران بهتره که به 5 قسمت تقسیم بشه، نه همه اسرائیلیا، نه همه کارمندای دولت اسرائیلیا نظامی اسرائیل، ولی یه تعدادی، و اون تعداد این قدرت و این امکاناتو دارن که بیان دقیقاً همون نقشه‌ای رو که برای لیبی انجام دادن که بعد هم کشف شد که این کار اسرائیلی بود، این همین رو بیان بعد در داخل خاک ایران انجام بدن. یعنی نیروهای غواص اسرائیلی بیان در یه منطقه در خلیج فارس یه عملیات مخابراتی انجام بدن که نوای استراق سمع آمریکایی این رو بشنون و قبل از اینی که اونا که منتظر نمیشن موشک به ناو آمریکایی شلیک بشه، قبل از اینی که اتفاق بیفته اونا حمله رو آغاز بکنن. یک همچین امکانی وجود داره و این همش برمیگرده به اینکه دولت جمهوری اسلامی، نه حکومت، دولت حواسش جمع باشه که برای این درگیری‌های داخلی بین خودشون و کسب قدرت ایران رو وارد یک درگیری نظامی نکنه که دقیقاً همون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران رخ بده. درشت سپاسگزارم از اطلاعاتی که مطرح کردید. در این باب البته اسرائیلیا من فکر میکنم سابقه توطئه‌گری‌هاشون بسیار وسیعه و متاسفانه به اصطلاح CIA و دستگاه های سرویس های امنیتی آمریکا به یه شکلی مرعوب اسرائیل هم موساد هم هست و به همین دلیل اینا به راحتی میتونن بر اساس الغای توانایی های فوق‌العاده شون این جایگاه رو برای خودشون بیشتر با تبلیغات و جنگ روانی به دست بیارن. همین داستان اسنادی که به اصطلاح آقای نتانیاهو میورد تو تلویزیون، ویدیوهای هایده و نمیفهم ویدیوهای گوگوش رو میورد به عنوان خلاصه اسناد سری. حالا ما همیشه توی فیلم های جیمز باندی و فیلم های پولیسی و فیلم های جاسوسی و کتاب هم زیاد خوندیم توی زمینه، اصلا یک عملیات سری انجام میدادن که میکروفیلم این قدی پیدا کنن ببرن. دیگه ما نگم 10,000 تا سیچه و پیدی نمیشه عملیات سری، ولی خب اعتمالا آقای نتانیاهو و موساد هم تشخیص دادن که شنوندگانشون یا مصرف کنندشون آدم های عبله ای هست، راحتی میپذیرن. یا اون داستان دو قوزآباد و قاری فروشیه که آقا کاشف به همه رو برد که به اصطلاح چیز هست. این به این معنا نیست که اسرائیلیا یا موساد تشکیلات ضعیفی هست، ولی غلو کرده هم در موردش چیز هست و پایه تشکیلات هم از مار سواک رسته شده، همکاری سواد با موساد در رابطه با شاخه زیتون و اینها. بعد از انقلاب شاخه همکاری بود آسیب ندید و تونستن به راحتی در جمهوری اسلامی هم نفوذ کنن و در نتیجه دائما
بسا از افراد رد بالای جمهوری اسلام ادای نظامی امنیتیشون افرادی که پیدا میکنین کاملا میتونه باشه، ولی این عملیات جنگ روانی و جاسوسی های اینجوری و الغای خبر و الغای اینها توش یه توانایی معینی میخواد. و طوری که من از یک کتاب نویسنده شکست شخصیت های امنیتی آمریکا بود میخوندم، بزرگترین دستگاه شاه پراکنده تو آمریکا رو میگفتش که موساد داره، یعنی دستگاه پرونده ساز و شاه پراکنده که میتونه تمام جو اونجا رو بگیره. اما در جامعه ما سه دست در الان ایرانی ها سه دست تقسیم هست، جنگ طلبا که دو نوع هست، جنگ طلب آشکار، تهاجمی، وقی و بیپروا. جامعه داخل ایران منظورتونه یا در کل جامعه ایران؟ داخل و خارج؟ کل خارج و داخل، الان عمدتا در خارج هست این آدم های وقی، چون در صورت هزینه نمی پردازن مکه تو خارج هست. جنگ طلبای پنهان یا شرمگین اما حرفای جنگ طلبا رو میزنن ولی آشکار این رو نمیگن. مثلا فرض کن امروز مطلبی میخوندم از خانم شیرین عبادی، یک جنگ طلب وحشتناکه ولی زیر پوشش جایزه نوبل خودش استتار کرده، تجویز میکنه همون به اصطلاح چی میگن تحریم هایی رو که زمان کلینتون در عراق، یعنی نفت به درجه دارو و دارو و غذا. خب ایشون من فکر میکنم این خانم خانم نیست اصلا، چون در صورت یه زن حس مادری قوی داره، حس انسان دوستی قوی داره. در همون عراق در همین دوران 8 ساله کلینتون تحریم ها 500,000 کودک عراقی از گرسنگی و بیدارویی مرده. اینا گزارشات مفصل اینجا دارم که از نهادهای انسان دوستانه و حقوق بشری آمریکایی از کالیفرنیا رفتن صحنه را دیدن تکان خورد، که یه فردی که خودشم میگفت من یهودی ام این گزارش کرد، و قبل از اومدن رفتم آشویس از لهستان اومدم عراق، بعد میگفت وقتی که اینا رو دیدم میگم اون جرم آشویس انگار رنگ میبازه در مقابل این جنایت. یعنی این خانم با کمال وقاحت بیشرمی باور نکردنی چنین چیزی رو تجویز میکنه، که وقتی که از خانم اولبرایت سوال کردن، یونیسف آمار داد 500,000، وقتی از خانم اولبرایت در مقام وزارت وزیر خارجه سوال کردن که آیا ارزش اون رو داشت که 500,000 کودک کشته بشن، بعد ایشون هم گفت حتما ارزشش داشت، تکذیب کمال وقاحت گفت این ارزشش رو با تکذیب نکرد، یا حداقل به صورتی که زیرش در بره نه حتما داشت. خب این خانم به نظر من اصلا یک جنایتکاری است که یه ماسک زنانه به صورت خودش زد. شیرین عبادی هم مثل همون خانم که توی یک برمه چیز گرفت وقتی که به قدرت رسید چه جنایت هولناک رو سازمان داد، کسی باور کرده نیست که نهایتش جایزه رو گرفت. به نظر من این خانمم که عشق به قدرت هم داره به شدت و خودش در جایگاه چیز قرار داده، شاهزاده پادشاه بشه، شریعت نداری نخست وزیر صدر اعظم بشه، ایشون هم نهاد حقوق بشری رو برای قدرت بذاره، این جنایتکارتر از آیشمند من فکر میکنم وارد گود خواهد شد. یعنی این همه نفرت از ملت خوده، خب تو حق داری علیه جمهوری اسلامی علیه رهبرانش هر نوع برخورد رادیکالی رو بکن، ولی تحریم ها با این مقیاسی که تو میفرمایی اساسا چجوری طرفدار تحریم هستی؟ حقوق بشری مگه اونا انسان نیستن؟ اینا جزء به اصطلاح جنگ طلبان شرمگین از صراحتن میگن، صراحتن میگن این صراحتن، ولی یا اون خانم معمار صادقی بود آشکارا
از جنگ تبدیل میکرد، جنگ را باید توی محسوسه تمام یا این افراد. بعد یه سری تصمیم طلب هم، یعنی در مقابل فشارها به اصطلاح عملا پرچم سفید نه پرچم تصمیم بلند کردن، یعنی تمام اصلاح طلب های داخل توی این ماضی هم. یعنی به قول معروف یه فیلمی رو میدیدم از پارتیزان های از جنگ های داخلی آفریقا در سال 50، بعد رهبرشون رو گرفته بودن، یه آنارشیست ایتالیایی هم تو زندان با یه آشنا بود، برای اینا اصله میبود، نمیدونست این رهبر. بعد وقتی دید که این رهبره تعجب کرد، آرزوش نیداره اینو بود، بعد بینده دین بردن باز داره میبرن بازی، ترسیده بچه بود، گفت تو هم میترسی؟ گفت ترس امر غریزی است، تو هر موجودی انسان، حیوان، فرق آدم شجاع با آدم نترس این است که در موقع خطر به جایی که پاش را بیفته در بره عقلش را باید به کار بندازه، راه چاره معقول پیدا کنه، از درخت بالا رفتن، مقاومت، مقابلت چی است؟ اینها تسلیم طلب ها هستن که آشکار بیان میکنن سخنگوهایی دارن که امروز هم شنیدم بسا آقای خاتمی پرچم باز فدرالیسم داخل بلند کرد در آستانه انتخابات ها که میشه برای رأی دزدی و برای فلان، اینا مملکت هم میفروشه برای که تو قدرت باشه. یا آقای تاج‌زاده یا آقای زیباکلام، اینا توی کلاس های تسلیم، اینا در حقیقت ستون پنجم اون نیروی جنگ طلبن که چی هست؟ میخواد استراحه ایجاد کنه، وحشت ایجاد کنه، چون تو شرایط وحشت خود تصمیم گیرنده فلج میشه، استراحه و وحشت، اراده ملی در هم شکسته میشه، بعد بین دو وضعیت رو قرار میدن، یه وضعیت هولناک، یه امید کاذب، وضعیت هولناک، امید کاذب، این خود تصمیم گیرنده تو به اصطلاح سلب میشه و اینجا تسلیم میشه. همین پدیده رو در مورد نیکسون توی کاخ سفید زمان واترگیت کردن که کیسینجر این نقش بازی میکرد، اون جنراله چی اسمش بود یادم میره میشه اسمشو وزیر چیز رئیس ناتو هم بود، اون نقش بود، این توی وضعیت قرار داشتن تو تصدیم شاه را توی وضعیت قرار بودن، یعنی اخبار متضاد بریژنسکی میگفت بکوب، میگفت نکوب، این میگفت بلد شد، یعنی قدر تصمیم گیری ازش گرفت، مردم ایران رو، دولت ایران رو توی این وضعیت قرار داد. ستون پنجم هم فضا رو برای اینا درست میکنه. به اصطلاح همه مسئله رو تو برجام چجوری کردن؟ فشار و اونجا تهدید. فشار و چیکار کردن؟ آخر سر طرف برید. ستون پنجمی این فدراتیو ها کیان؟ این آقای خاتمی که میاد میگه الان راه حل نجات ایران اینه که ما بیایم ایران فدراتیو بکنیم. ستون پنجم اینه کیای رئیسی؟ والا جالب اینجاست که قانون اساسی اینا رو تو تبریز نوشتن خان ترکا، یعنی برید دروگاه خودتوی گزارش کنه امروز میخوندن و بعد اونجا هم سرشون به باکو بسته، اونجا هم سرشون به شرکت های نفتی بسته، شرکت های نفتی پشت این قضیه هست و شرکت های نفتی آمریکای انگلو ساکسون، نگم نه آمریکای انگلیس، توی نفت باکو و نفت دریای خزر سرمایه گذاری های هنگوف کردن. بعد به همین دلیل مطلوب در این شرایط برای این شرکت ها کاملا تجزیه ایرانه، اون بخش نفخیز جنوب رو وردار انگلیسی ها ببره، نفت به شمار آذربایجان ها وردارن به داردسته علیوف نوکر خودشون هم و بازی های زیری دارن میکنن، موره های کثیفشون هم همین اصلاح طلب داخل هستن که کار رو انجام. تازه اپوزیسیون داخلی هم دارن که میخواد فدراتیف بشه، کیه اون مردک میاد بعضی وقت؟ نه خود محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق الان پرچمش بلند کرد، اون که تو خود حکومته، ولی یکی رو دارن که هی میبرنش هتل هیلتون رو میارن بیرون و الان هم شده رهبر اپوزیسیون داخل کشور. و آقای تبرزدی اینا بابا روابط مشکوک هم دارن، یعنی یه اولی شما میبینید یه زنی که اصلا سابقه بسیار نامشخصی داره تماس با تبرزدی داره، بعد تبرزدی نمیدونم رفیق غار
آقای حسن شریعت مداریه. بله دقیقا حرف اینا رو تکرار میکنه اینا. بعد در نیروی سوم صلح طلب ها هستن. صلح طلب ها به نظر من هم انسانگرا هستن هم ایرانگرا هستن، نمیخوان آسیبی به ایران برسه، هم به اصطلاح زخمی بر بدن یک کودک ایرانی براشون دردناکه و آبادی ایران رو میخوان و معتقد هستن توی شرایط صلح نه شرایط جنگ بزرگ و ویرانگر جنبش مدنی روش میکنه، جنبش کارگری روش میکنه و اتفاقا اون نیرویی که در درون حاکمیت هم هست که میدونه پایگاه اجتماعی نداره، بعدا آخوند تبدیل به دشنام شده توی ذهن ایران بر اساس گزارشاتی که از درون خود جامعه اومده و تو مطبوعاتشون هم بازتاب پیدا کرده، پس بنابراین موقعی میتونه یه اقلیت حکومت کنه که شرایط جنگی شرایط اضطراری بشه و همین دلیل یه بخشی از جنگ طلبان تو کانون قدرت اونها این وضع رو مطلوب میدونن و همین دلیل هم همدیگه رو تکمیل میکنن. یعنی چه تصادفی نیست که به اصطلاح به قول معروف آقای نتانیاهو شوت میزنن اونجا پاس میده و توی اونجا هم بولتن هست. خب یعنی اینا تیم جنگ هستن و تیم صلح در قدرت آمریکا الان ضعیفه. حالا شاید به نظر من خود آقای ترامپ تا حالا شواهد فراهم نشون داده که خودش نمیخواد و بر اساس گفته های خودش که جنگ 7 تریلیون دلار با آمریکا لطمه زد و فلان، و الان توی خود آمریکا کسانی هستن که الان توی مطبوعات اونجا می نویسن که آقا به چه دلیل خون جوانان آمریکایی ریخته میشه برای امنیت کاذب اسرائیل. چقدر برای اسرائیل دموکرات هم نیستن و اینا ضد ترامپ هم نیستن. من مخصوصا این طرفدار ترامپ تلویزیون فاکس کسی که طرفدار ترامپ کارشناس نظامی رو میاره که اونم طرفدار ترامپ دقیقاً چی میگه؟ اینا نه دموکرات هن، نه ضد ترامپ هن، نه چپی هن، نه اینا سلطلب هن. این چیزا که عجیب به هم دیگه هم تکمیل میشن. جالب اینجاست که این حرف آقای ترامپ درسته که دموکرات های آمریکا خیز برداشتن که با وابسته دونستن ترامپ دست نشانده روسا هست اینو بذارن، نتونستن شکست خورده. الان آمدن روی این که به هر شکلی که شده جلوی مذاکره بین ترامپ و جمهوری اسلامی رو قطع کنن و به همین دلیل وعده های خوب هم دارن میدن. یعنی به همین دلیل اون تسلیم طلب ها الزاما نیست که تسلیم ترامپ بشن، اونا قبلا تسلیم اوباما شدن، تسلیم دموکرات ها شدن و اون امتیازات شگفت‌انگیز رو دادن در برجام که به قول معروف قرارداد درسی پلوش لنگ انداخت. یعنی اونا برای حفظ خودشون اون برجام باید حفظ بکنن و آبروشون بیش از این دیگه نره و همین دلیل با هم کاملا همکاری میکنن تو این زمین. قصد ما این هست که جلوی همه چیزا رو بگیریم. تو این میون و جالب است تو این میون یه عده چپ پیدا شده توی که اینا دیگه به قول معروف چیز هستن، جنگ طلب های هاری هستن که عملا رفتن به چک سفید و ناب هواپیما بر آمریکا که راه میره عکس میگیرن و علامت میدن حزب دموکرات کردستان علامت میدن. گاری مثلا فرض کن به قول معروف چی میگم شوهر مادرش داره میاد با اسلحه که چیزا رو سرکوب بکنن و توی به طیف فدایی این پدیده دیده شده و برای من شگفت انگیزه. یه زمانی که اینا برای آرمان و اعتقادات خودشون میرفتن کشته میشدن تو خون تیمیا فلان و کسی اگر کلمه امپریالیسم رو یکم سوس میگفت به عنوان ریویژنیست اپورتونیست چیدش میکردن، الان طوری شده که طرفدار سرمایه‌داری هم باش مشکلی نیست، برو آقا چپ خودت چپ نگو دیگه، هیچ حزب راست خودت تشکیل بده، حزب طبقه خودت تشکیل بده فلان، اصلا برو حزب جنگ طلب تشکیل بده، اصلا برو حزب جنگ طلب تشکیل بده. یه نکته فقط بگم، خیلی پوزش میخوام صحبتم ولی یه نکته فقط بگم، چون شما گفتید راستگرا یا حزب راست،
آی رئیسی، همین الان در داخل گروه هایی که به دست راستی معروف هستن، مخصوصا طرفداران پادشاهی، نه اونایی که مدعی هستن، نه اینی که اینایی که شما میبینید میان عکس شاهزاده این ور رضا شاه اون ور شاهنشاه اون ور اونایی که طرفدار واقعی پادشاهی هستن، همین دیروز در داخل توییتر دقیقاً این حرفای شما رو که الان دارید به چپیا میزنید به این راستیای قلابی میزده، یعنی به طرفداران قلابی شاهزاده اینو داشتن میگفتن که دقیقاً که یک دختر خانومی برگشت میگه خاک خاک بر سر تو که میگی طرفدار شاهزاده هستی، شست بالا میزنی برای ناو هواپیما آمریکایی که داری میره تو خلیج فارس. مگه شاهزاده اینو تایید کرد؟ اینم تنها نیست، بله الان آمریکا هنوز هم یه چهره به اصطلاح حقوق بشری و مجسمه آزادی داره، مزدور عربستان شدن برای اینکه فیگارو، من اینا رو گفته بودم یه هفته بعدش فیگارو تمام اینا رو گفت که عربستان با فرانسوی ها تماس گرفته برای اینکه طرح و نقشه عملیاتی پیاده کردن نیرو توی سواحل ایران رو با ژنرالای فرانسوی که اونا شاخ در آوردن که ای میدونیم با کی طرفی؟ با اردشی آن طرف اینا. بعد اونا گفتن شما کارتون رو بکنید. بعد چی کار بوده؟ اطلاعات دقیق در اومد که بلک واتری ها، داعشی ها، به اصطلاح القاعده ها، همه اینا که سوریه دارن سازمانش رو دادن، دارن آموزش میدن اینا رو به اصطلاح بادنی. به اتفاقا امروز یه ناوی یا یک ناو آمریکایی که آبی خاکی است وارد چین ایران شد، دوباره وارد خلیج فارس شد، مثل هوئرکرافت بود سابق که میتونست که اینا نیروی زمینی پیاده کنن. بعید میدونم خود آمریکایی ها نیروی زمینی پیدا کنن، ولی این مزدورا رو میخواد پیاده کنن. اینا برنامه داشتن رو خوزستان، اینا اغلب عرب بودن تو منطقه خوزستان، سه جزیره رو بگیرن و بعد بخشی از بنادر رو بگیرن، خارک رو قرار بگیرن، یعنی چون جزیره است دیگه، اون جزایر تمام میخوان بگیرن. این طرح عملیاتی عربستانه. به اتفاقا این آقای سلیمانی چون تمام اطلاعات سیستم اطلاعاتی سپاه قدس بسیار قویه تو عرب ها هست، همه خبرهایی که به لبنان میرسه، به عراق میرسه، به بحرین میرسه، به همه تو عربستان هست، اطلاعات پیدا کرد که همچه اتفاقی داره میفته، نیروهای حشد و شعبی رو برای دفع داعشی ها و بلک واتر داره تو کردستان نیرو جذب میکنه، بس کوچی ها. به اتفاقا بیچاره این کولبرهای بدبختی که جمهوری اسلامی اینا رو به خاک سیاه نشونده و برای 100,000 تومن 200,000 تومن اون کار سنگینی که 10 تا کماندو هم نمیتونه انجام بده، این بار سنگین 90 کیلویی از کوه رد کنه، از فقر اینها میخواد عذرگیری کنه برای سپاه بلک واتر برای غرب کشور. یعنی این بازی جوری نیست که فقط بیام چند تا بمب بندازم برم، و طرف هم برای خونسا کردن نیروها رو مانور کرد اوورد تو خوزستان و همه دادشون بلند شد. اون بر باباشون که میدونستن نقشه لو رفته داد بیداد میکردن فلان، بگم اینا به اصطلاح آزادی اندیشه. من یک کلیپ بهت میشونم، این آقای تلویزیون من تو آقای منصور رو دعوت کرد، آقای منصور یه اقتصاددار خوبیه دیگر هم. من که این تلویزیون های معلوم الحال اصلا جالب اینجا رئیسشون بی بی سی تا این جاهاشون آقای منصور این سوال خانم ازش میکنه که نظر شما میخواد اینا الغا کنه که بگه جمهوری اسلامی مسبب همه چی و فلان و بابا این طبق روان، بعد اون میگه این دیالوگ کوتاه‌ترین دیالوگ تاریخ مصاحبه است. 20 ثانیه طول کشید. 20 ثانیه. این میپرسه که چی؟ حالا 15 ثانیهش هم خود گوینده است. تا این میگه به اصطلاح منشأ بحران‌ها در کاخ سفید فرا. آقا وقتمون تمام شد. واویلا. اینم آقا به داستان اینا هست. وقتمون تمام شد. 5 ثانیه 6 ثانیه بیچاره. آقای اصلا منصور در صورت من حقیقتش حرفایی رو گوش میدم، حرفای اقتصاددان رو چه داخل تو خارج گوش میدم، این حرف برای گفتن دارم و اینا عیارشون اینه.
اونت انترناشنالشه من تو اینا همه بازیه به اتفاقا دوگان سوزه من تو ایران انترناشنال هم در خدمت تسلیم طلباست هم در خدمت جنگ طلباست همونطور که بی بی سی همینطوره هم در خدمت تسلیم طلباست هم در خدمت جنگ طلباست به اتفاق صدای آمریکا هم دقیقا همین جوریه ولی انسانهای مستقل صلح طرف توی هیچ کدوم از این تلویزیون راشون نمیده که بر اساس منطق اثبات کنن منافع مشترک آمریکا و ایران مردم آمریکا حتی دولت معقول آمریکا با ایران در صلح هست در جنگ نیست هر دو به شدت آسیب میبینن و جنگ رو نمیشه کنترل کرد و از این محدوده خارجه و قطعا و قطعا ایران آسیبای جبران ناپذیر میبینه ولی توانایی آسیب رسی وحشتناک به منطقه رو داره از لبنان گرفته که روزانه 1000 تا موشک به طرف اسرائیل خواهد رفت از حشد شعبی بگیره که اونجا سفارتخونه 5000 نفری آمریکا گروگانشه و نیروهای آمریکایی و از طرف دیگه جنگ بشه 3 میلیون افغان به طرف اروپا یا افغانستان سرازیر میشن اونجا به مجردی که جنگ شروع میشه فاطمیون توی افغانستان جنگ بر علیه آمریکا شروع میکنن زینبیان در پاکستان شروع میکنن اینا تمام تصمیم گرفته شده است احتیاج به فرمان دیگه نداره و آسیب ها فراتر از این هست و همین دلیل منافع و مصلحت آمریکا و ایران در صلح در جنگ نیست و من فکر نمی کنم کسانی که ایران دوستن اسلام دوستن و دموکرات واقعی هم بر بخوان بر پایه ویرانه هایی که به وجود آمده دموکراسی بر پایه ویرانه هایش وقت دموکراسی به وجود نمیاد چون بستر اقتصادی دموکراسی وقتی فراهم نباشه اراده گرایی نمیشه وجود شود بستر فرهنگیش نباشه بستر و اروپایی ها به وحشت افتادن برای اینکه میدونن جنگ میشه حداقل 1 میلیون از این افغان ها از ایران به طرف اروپا میرن دولت ترکیه هم در صدد انتقامه از اروپایی ها روی مسئله قبرس گاز پیدا شده اونجا دعوای بین ترکیه و قبرس و اسرائیل و یونان به شدت بالا گرفته و این سیل مهاجری را تحویل یونان میده یونان به زانو در ایران در آورده مسئله قبرس ها به اسرائیل و ایرانی ها من انتقادم بسیار زیادی طبقه متوسط بخش عظیمش به سرعت فرار میکنن به طرف اروپا و اروپایی هم اینه بیدونن و به همین دلیل وحشت گرفته اینا رو که چجوری از افزایش تنش بین آمریکا و ایران بکاهن و به اون نقطه ذوب نرسه که از کنترل خارج بشه و اینم بگم اگر از کنترل خارج بشه دیگه از اراده رئیس جمهور هم خارجه یعنی دیگه توی بستر دیگه میفته تصمیم گیرندگان جنگ کسان دیگه میشن این دیگه نهایتش نظارگر میشه و به قول معروف به ماشین امضای نظامی ها و اینا تبدیل میشه تو جنگ همیشه اینجوری خواهد در صورت امیدوارم به اون نقطه نرسه ولی به شدت افزایش پیدا کرده به همین دارم من امیدوارم نیروهای صلح ایرانی اسرائیلی عرب آمریکایی نیروی خودشون رو با هم نزدیک کنن و یک موج سنگین فشار رو و این نیروهای جنگ طلب منطقه‌ای و جهانی وارد کنن تا بشه جلوی جنگ رو گرفت. بخصوص ایرانی ها باید نقش زیادی رو توی ایران بازی کنن و ایران دوستا میتونن مرکز سرکش باشن چه چپ چه راست بر ایران دوستای واقعی نه اینا که اینم اضافه کنم دیروز اتفاقا توی همین جلوی برلین بر براندنبورگ تو دروازه براندنبورگ اونجاست که سفارتخونه‌های آمریکا فرانسه انگلیس و روس و اینا اونجاست و یا تقریبا دروازه شرق و غرب بود آقا تظاهرات بود یکی از دوستای بسیار صمیمی هم من آمده بود آمد خونه و بعد گفت بیا بریم گفت من که نمیام اونجا ولی گفت در صورت گفتم بخاطر تو تا او حاشیه برای تماشا اون رفت با کمال شگفتی دیدم پرچم اسرائیل آمریکا گفتم شرم نمی کنین اون خودش مخالف این هم با پلاکارت نو بوم رفته بودن نو ور نو بوم جنگ نباشه بوم نباشه حالا جالب اینجاست همینی که میگیم این یه سری علی سلطنت طلبا آقای آبار آقای آبار یکی از سخنران آقای کیان زاد سخنران بعد خوش اتفاقا دو تا
جوون رو در سراغ ما شناختن. گفت آقای رئیسی یعنی سوسیالیستا و پانیرانیستا اونجا سخنرانی میکردن برای جنگ. بله بله. آقا پانیرانیسته رفته زیر پرچم آمریکا به اسرائیل. شرم‌آور. اون دو تا جوون بودن. گفتم به خاطر چی بودی؟ گفتم به خاطر رفیق ما بودن. گفت اشکه فلان. بعد پسرای بچه خوبی بودن. از بچه های استودنت بودن. گفتم شما شرم نمی کنی اینجا زیر پرچم بیگانه میری؟ گفتم حداقل اندازه ستارخان کلمه بی سوادی بود. همت ملی دارید که گفت آده تو معاصره تبریز بود. بغ رو سرشون بود. گرسنگی و قحطی بود. یونجه میخوردن. خیر هیچی نبود. به اصطلاح نماینده روس میشون گفت پرچم روس رو ببریم بالا تا مسئولیت داشته باشی. گفت من میخوام پرچم صد دولت زیر پرچم دولت ایران باشه. من برم زیر پرچم دولت بیگانه. بود اندازه اوش آدمی که بیستواد بودید بوده. به اصطلاح نلبن بوده و فلان. گفتم شما پرچم آمریکا رو بزرگتر از پرچم ایران شرم کنین بابا. بودم اگر علاقه من به دوستی با اسرائیل آیده ایسی بگه رضا شاه بی سواد نبود. رضا شاه مگه به کسی گفت بیاد بری زیر رضا شاه مگه دستور نداد هر کی پرچم بالا سر خونش بزنه پرچم دول خارجی رو شهربانی بیاد ببره بندازتش تو هلفتونی؟ نه در صورت بهش گفتم شرم‌آوره. من همین که اومدم برای دوستم هم احساس خوبی ندارم گرچه فاصله هم دارم از جمع شما. ولی شما به اصطلاح دارین یه سری اصول و پرنسیب و ارزش ها را پایمال بکنین. خود من نه دشمن مردم اسرائیل هم نه دشمن مردم آمریکا. اگر جایی باشه که نمایندگان یا فضایی که باشه نماینده یعنی چیز فرهنگی اسرائیل باشه با ایران بذاره بکنش جایی باشه به اصطلاح کانون های فرهنگی ایران و آمریکا دوتاشو بذاره. ولی اینجا دیگه مسئله سیاسیه. اینجا دیگه مسئله حمله و ضد حمله است. جنگ و صلح. شما رفتید زیر پرچمای جنگ و اونم پرچم نکبت. در صورت اینم گفتم گفته باشم. خیلی ممنون اینو در میون گذاشتید. مخصوصا با بیننده های عزیز که من چون فردا میترسم آقا یه فیلمی گرفت بگیرن. البته تمام اینا رو دوتا مصاحبه اونجا کردن که قرار بود باید پخش کنن همینا رو گفتم بودن گرچه جوانای دوست داشتنی هم بودن. بعد وقتی که تو بودن گفت شما چرا مشاور مهم آقای ولیعهد نمیشی رضا آقای شاهزاده رضا پهلوی؟ گفتم من تعیین نمی کنم مشاورت خودش عقل داره شعور داره قوه دراکه داره خودش تشخیص میده که چیکار بکنه. ولی تا اونجا که اطلاع دارم اولین مشاورش که طولانی تر مشاورش هم آهی رو با اردنگی بیرون انداخته میدونم سرنوشت دقیقه چه خواهد شد. در صورت کسانی که شیفتگی رو دارن میتونن برن سراغش برای این کار. گفتم الان چند نفر تو نوبت هم دارن خودشون رو میکشن. منشه امیر هم دلالشه یکیش. آقای رامین پرهام اینه هر طوری شده میخوان به چاپونم توی مشاورت ارشد اون قرارش بدن و در جهت صهیونیسم رو به حرکت در بیارن. گفتم این دیگه خود آقای رضا پهلوی است میخواد شاه شیعه بشه رهبر این شیعیان ایران بشه یا میخواد رهبر صهیونیست‌ها بشه. این باید خودش تشخیص باید بده که کدوم راه رو انتخاب میکنه و میخواد کجا پادشاه بشه. یه روز توی شوروی بودم ازم پرسیدن نظرت در مورد رفیق گورباچوف چیه؟ خیلی هم میمانه گردم کلفتا. گفتم رئیس جمهور فرانسه رو میگی؟ با هم دیگه کردن گفتن نه رفیق گورباچوف فلان صدر هیئت رئیسه. گفتم این به درد فرانسه میخوره به درد شوروی نمیخوره. گفت چرا؟ گفتم والا تا اونجا که من تاریخ اینجا رو خوندم فکر نمیکنم ازبکا تا حالا اصلا کتابی در مورد دموکراسی خونده باشه. نبوده نه زمان تزار نکنه. اون موقع یه درصد جمعیت ازبکستان پیش از انقلاب با سواد نبوده بعدم که ایران نبوده. پس بنابراین نه دانش لازم نه فرهنگش دارن نه نهادش دارن. این واجه ها که داره برده به درد اینجا نمیخوره. تو فرانسه سال 50 سال اینا نهادینه شده. بفرمایید. اول از انتها من شروع کنم. شاهزاده که شما از همه بهتر میشناسید چون شما با شاهزاده در تماس بودید صحبت کردید جلسات مختلف داشتید
اولین کسی که در بین گروه‌های چپ اصلا در پالتاک یه جلسه گذاشت و شاهزاده رو دعوت کرد و شاهزاده پذیرفت شما بودید. این به وضوح همه میدونن که شاهزاده در کجا ایستاده و چه کار میخواد بکنه. با تو هر کس سعی میکنه که ایشون رو به یه سمتی بکشه. اصلا چند ماه پیش پیشنهاد شد از طرف یک دولت رابطه مستقیمی با انگلستان داره که شاهزاده با حسن شریعت مداری و با این شیرین عبادی بیان یک تیمی رو تشکیل بدن و همونطور که شما گفتید و اینها هم تمام امکانات در اختیارشون میذارن، تمام امکاناتو که این به صورت حرکت رو انجام بدن، کنترل نیروهای برانداز در داخل ایران. تنها کسی که اصلا پاسخشون رو نداد شاهزاده بود. شاهزاده اصلا پاسخ اینا رو نداد. اون خانم شیرین عبادی در جا پذیرفت که بعد من تا به شما گفتم فردش تو الجزیره اومدم باهاش صحبت کردم با عنوان رهبر. با آقای حسن شریعت مداری با شرایط پذیرفت. نشست و یه صحبت طولانی داشت و یه شرطی گذاشت و پذیرفت که انجام بده. تنها کسی که نپذیرفت شاهزاده بود. یعنی من خیالم از طرف شاهزاده بسیار محکم، میدونم ایشون کجا ایستاده. بارها از خودشون در جلسات مختلفی بوده من شنیدم، من میدونم ایشون چگونه فکر میکنه و شاید به همین دلیله که در داخل ایران تمام جوانای ایران فقط ایشون رو اعتماد دارن و اسمش رو صدا میزنن. شما دالدی دیدید اسم یه نفر از این رهبران خودخوانده نمیدونم اپوزیسیون صدا بزنن؟ یه دونه از این گروهای وارفته یا ورشکسته سیاسی رو اسمش رو صدا بزنن؟ من که نشیدم. این در مورد شاهزاده. اما در مورد مسئله وضعیت داخل ایران و صحبتی که من میخوام با جوانان و سیاوشان ایران داشته باشم و با دوستان سابق که با هم همدوره دانشگاهی بودیم و اینها هم در وزارت خارجه بودن، هم در سپاه پاسداران بودن، هم در وزارت دادگستری بودن و من مطمئنم بعد از این همه سال اگر الان بازنشست نشده باشن حتما در حد یک مدیر کل یا رئیس یک اداره ای هست، ولی مطمئنم که اینا در حد معاون وزیر اینا نیستن، چون اونایی که دوست من بودن اونا از همون زمان اینا ایرانگرا بودن و اصولا تو این سیستم دولت آقای کلیدساز اصلا کسی که جزو باند با انگلیسا نباشه اصلا راه پیدا نکرد. فقط کسانی که جزو باند با انگلیسا بودن رفتن تو دولت آقای کلیدساز و باند رفتن. که یک فیلمی هست من اینو میخوام نشون بدم به اندازه 10 ثانیه است، خیلی نکته کلیدی مهمی داره. اگر برنامه‌های قبلی که در سال گذشته من آقای رئیسی داشتیم دنبال می‌کردید این رو حتمی شنیدید. من بارها گفتم سیاست داخل امریکا توسط یه نفر تعیین نمیشه و دستگاه‌های متفاوتی وجود داره و تاثیرگذار هستن و آقای برایان هوک هم یک فردیه که خارج از لول اداریش آوردن در یک جایی گذاشتن که یک کارمند رده شاید 2 یا 3 پایین تر از آقای برایان هوک اونجا باید قرار می گرفت، ولی چون این مسئله بسیار برای وزارت خارجه مهمه یه فردی رو که در حد معاون وزیر خارجه امریکا میتونه باشه آوردن در این پست گذاشتن آقای برایان هوک. و هر وقت آقای برایان هوک ساکت میشه من نگران میشم، یعنی که سیستم دیپلماسی داره عقب میشینه و بعد بلافاصله شما میبینید که جان بولتون بلبل میشه و هر وقت که آقای براین هوک شروع به صحبت میکنه من خوشحال میشم، چون متوجه میشم که یا داره جلوی اون تندروی های جنگ طلبه رو در امریکا میگیره و هم این که اون بخش دیپلماتیک و دیپلماسی امریکا داره فعالیت بیشتری انجام میده. این صحبت آقای براین هوک که انجام داده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن برای سالگرد خروج امریکا از برجام. Actually his stock and trade. And so Foreign Minister Zarif is a man without much power. The real foreign minister of Iran is Qasem Soleimani, the general of the Iran Revolutionary Guard Corps. همین داستانیه. اگر شما
که در سیستم های تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل در ایران هستید. این 10 ثانیه رو گوش کردی، تمام تجزیه تحلیلتون باید بر اساس این انجام بشه. دوستان من ایشون در اینجا گفت آقای ظریف وزیر خارجه بسیار ضعیفی هست در ایران و وزیر خارجه اصلی در ایران آقای قاسم سلیمانی. این فرد کسی که بالاترین سطح تصمیم گیری در مورد مسائل ایران در وزارت خارجه امریکاست. ایشون داره میگه ظریف آدم این کار نیست و اصلا ما ظریف رو به عنوان وزیر خارجه نمیشناسیم. قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی. ظریف presents a very seductive storefront of this administration, and he causes people like Barbara to ask questions like she does. اینجا مسخره کرد لابی جمهوری اسلامی رو. یه خانمی هست به اسم باربلا اسلامی که دائم میره ایران میاد و لابی جمهوری اسلامیه، مسخرهش کرد. گفت ظریف یه آدمی که خیلی آدم اشوگریه و ویترین جمهوری اسلامیه و با اون اشوش میتونه یه افرادی رو به قول خودمون خر بکنه مثل خانم اسلوی. همه زدن زیر خنده مسخرش کردن اون خانم که مدیر یه مرکز مطالعاتی هست اون خانم اسلوی که همه الان بهش خندیدن. But I know you view the lens, you view Iran entirely through Foreign Minister Zarif. That is a trap that people fall into. That's fine. We don't fall into that trap. I pay a lot more attention to what Qasem Soleimani does than what Foreign Minister Zarif says. میگه شماها قبول کردید که تو این دامی که براتون چیده ظریف و باند ظریف که همون باند رفسنجانیه، شماها قبول کردید تو اون دام بیافتید. من این کارو نمیکنم. من بیشتر از اون که ببینم ظریف چی داره میگه، نگاه میکنم قاسم سلیمانی چه کار داره میکنه. یعنی ایشون تمام نکات اساسی رو که یک تجزیه و تحلیلگر مسائل روابط خارجی در داخل وزارت خارجه یا حتی در داخل نیروهای نظامی یا در دولت اینو باید توجه بکنه، این حرفی که ایشون زد. حالا یعنی آقای این آدم با این قدرت از قاسم سلیمانی به توانایش تعریف کرد، الان این اپوزیسیون جنگ طلب بسیار ارزان قیمت ایرانی میگن این مأمور قاسم سلیمانی است. نه ایشون اصلا نه، آقای برایان هوک حقوق بگیر سپاه پاسدارانه. آره من فکر کنم آقای برایان هوک حقوق بگیر سپاه پاسدارانه، لابی جمهوری اسلامی همین آقای برایان هوکه، نه اون خانم باربرا اسلاوینی که ازش سوال کرد بعد این مسخرش کرد. تمام اون جمعیت به ریش باربرا اسلاوینی خندیدن. نه اینم رفته ایران اومده. اون مأمور جمهوری اسلامی نیست، این برایان هوک مأمور جمهوری اسلامی ها. نه چه جالب اینجاست که اینا دعوا اونجا منطقی داره، برای اینکه اونا با دموکرات ها این بازی رو میذارن. اینم میخواد با این آقای برایان هوک، میدونه که اگرم بخواد توافقی صورت بگیره با اون جناب، با قاسم سلیمانی، با اون جناب باید توافق صورت بگیره. اینجا رو من اینو تاکید بکنم آقای رئیسی، آقای برایان هوک فرای جناح هاست، فرای این گروه هاست. آقای برایان هوک نه برای حزب دموکرات کار میکنه نه برای حزب ریپابلیکن جمهوری خواه. آقای برایان هوک یک امریکایی وطن پرسته، بسیار آقای برایان هوک پاتریوته، بسیار وطن پرسته، بسیار دیپلمات ماهریه. ببین من دارم عرض میکنم آقای برایان هوک در حد معاون وزیره، یعنی به نفع یه گروه به ضرر یه گروه صحبت نمیکنه، اخبار جعلی پخش نمیکنه، ملاقات با مشاور امنیت ملی اسرائیل نمیذاره، جلسه خارج از معمول نمیره در CIA با مدیر CIA و نمیدونم معاون وزیری دفاع بذاره. این کار خودش درست انجام میده. ایشون داره میگه من بیشتر از اینی که ببینم ظریف چی میگه، من نگاه میکنم ببینم قاسم سلیمانی چه کار میکنه. دوستان عزیزم مواظب باشید تو تله‌ای که براتون گذاشتن نیفتید. این تله‌ای که گذاشتن هیچ ارتباطی با ایرانگرایی نداره، هیچ ارتباطی با ایدئولوژی اسلامی شما هم نداره. این تله تله‌ایه که
اون گروه استابلیشمنتی که بانکدارای بین‌المللی هستن، شرکت‌های چند ملیتی هستن، شرکت‌های نفتی هستن، برای دنیا تنظیم می‌کنه. بسیار هم قدرتمند هستن. من بارها گفتم جنرال فلین رو به محض اینی که پاش را از اون خط قرمز جلوتر گذاشت، در عرض دو هفته در تاریخ امریکا بی‌سابقه است. مشاور امنیت ملی امریکا رو مجبور کردن پاپوش درست کنه که خودش استعفا بده. در عرض دو هفته. استیف بنن رو که اصلا کسی باور نمی‌کرد این از ترامپ جدا بشه، به محض اینکه پاش از گلیمش جلوتر گذاشت، رفت به یک مرحله‌ای که خلاف اون استابلیشمنت امریکا، اصلا امریکا نیست، اونها استابلیشمنت جهانیه. مجبورش کردن بیاد استعفا بده. الان هم همونه. شماها هیچ کدومتون باورتون میشد در زمان خاتمی، خاتمی بیاد بگه راه حل نجات ایران اینه که فدرالی بشه؟ فقط حواستون جمع این باشه که ایران وارد یک مرحله از برخورد با نیروهای امریکایی قرار نگیره. آقای ترامپ به هیچ عنوان دنبال حمله به ایران نیست. همه کارشناسان سیاسی در امریکا، من دیروز وقتی باهاشون صحبت میکردم، بدون استثنا گفتن اگر ترامپ به ایران حمله بکنه، دوره دیگه ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد بود. یعنی رئیس جمهوری که جنگ آغاز بکنه، دوره بعد این رئیس جمهور نخواهد بود. وضعیت اقتصادی در امریکا اینجوره. کسی که دنبال جنگ هست اون گروه های جنگ طلب هست. در داخل ایران هم همینجور. خاتمی جنگ طلبه. باند رفسنجانی جنگ طلبه. اینم به سیاوشان ایران بگن. اینی که الان آوردن هم میگن که نمیدونم حسن روحانی و رفسنجانی اینا میان رو و اینا بودن، اصلا از این دریوری ها نیست. ما نمیدونیم دریوری ها که بی بی سی درست میکنه. دفعه پیشم گفتم اخبار دروغ رو بی بی سی همیشه درست میکنه. خاتمی با دشمنی با رفسنجانی اومد شد رئیس جمهور. تمام تبلیغات خاتمی حمله به رفسنجانی بود، برای اینکه مردم زله شده بودن دست رفسنجانی. اگر شماها لباس انتظامی نظامی در تن دارید و قسم خوردید و اعتقاد به ایران دارید، به حفظ وحدت ایران دارید، به حفظ جان و مال مردم ایران دارید، به این زحماتی که کشیده شده توسط ایرانی ها و این زیرساخهای کشور پدید اومده در عرض 100 سال گذشته، چه ایرانگرا هستید چه اسلامگرا هستید فرقی نمیکنه. اگر آقای ظریف به اندازه یک ارزن ایرانگرا باشه که نیست، اگر ظریف به اندازه یک ارزن ایرانگرا باشه، فردا صبح باید بره استعفا بده. اگر آقای روحانی به اندازه یک ارزن ایرانگرا باشه، باید فقط آروم بشینه، هیچ حرفی نزنه. ایران الان هیچ حرکتی نباید بکنه. هر حرکتی رو که جنگ طلبای داخل امریکا فشار میارن که انجام بشه، بهترین استراتژی برای ایران اینه که فقط ساکت بشینه، هیچ کاری انجام نده. هر حرکتی شما انجام بدید در قبال اینی که فکر بکنید باید این یه حرفی زد جوابشو بدم، شما دارید آب تو آسیاب اون جنگ طلبای امریکایی میریزید، آب تو آسیاب جنگ طلبای ایرانی داخل ایران میریزید که دنبال این هستن که از طریق جنگ بتونن قدرت یک سره بکنن، در دست خودشون بگیرن. داستان جمهوری سوم هم که راه انداختن، یادتونه آقای رئیسی پارسال ما صحبت میکردیم اینا دنبال جمهوری سوم هست. تمام صحبت هایی که در این تلویزیون های لندنی میشنوید اخبار جعلیه. تمام اخباری رو که این خانم‌ها و آقایون دارن میان اونجا براتون تفسیر میکنن، تفسیرهای غلطه. جوانان ایران تحصیلات دانشگاهی دارن. وقتی شما تحصیل دانشگاهی داری، شما احتیاجی نداری که بیاد در اونجا برای شما بخواد که بگه که الان باید در تلویزیون بی بی سی باید اینا چه کار بکنه. بهتون نمیگم نرید نگاه بکنید، برید نگاه بکنید، ولی نپذیرید هرچی که بهتون میگه. حرفا رو گوش بدید، خودتون تصمیم گیری بکنید، خودتون تجزیه تحلیل بکنید، چون الان شما در یک نقطه حساس تاریخی در ایران هستید که تصمیم شما
نه بر زندگی خودتون، بر زندگی فرزندانتون و نسل‌های آینده ایران تأثیر خواهد گذاشت. بسیار لحظه حساس تاریخی برای ایرانه. بسیار. خیلی باید مواظب باشید که کوچکترین صدمه‌ای به ایران، به زیرساخت‌های ایران وارد نشه. اگر نظامی هستید، اگر وزارت خارجه ای هستید، اگر کارمند دولت هستید، اگر کارگر هستید، اگر که بازاری هستید، حواستون باید جمع باشه. آب با آسیا به جنگ طلبان نرسید. آقای قاسم سلیمانی هم این وظیفه تاریخی رو بر دوشش داره الان. مواظب باشه درگیری رو آغاز نکنه. مواظب باشه هولش ندن به سمت درگیری. باز دارم تکرار میکنم، نیروهای غواص اسرائیلی رفتن تو ساحل لیبی، با بی سیم رو موج ارتش لیبی اطلاعات غلط فرستادن که امریکا به لیبی حمله کرد. مواظب باشید درگیری آغاز نشه. کلام آخر جناب رئیسی. سپاسگزارم. اتفاقا همون شما خلیج تونکن رو گفتید که حمله به جنگ ویتنام آغاز شد. اتفاقا توی جنگ 67 خود اسرائیلیا حمله به کشتی استراب سم آمریکایی‌ها کرد برای که آمریکا رو وارد جنگ کنه، و کشتی لیبرتی، یو اس اس لیبرتی، که پیشرفته ترین دستگاه استراب سم رو هم درش داشت، در چند ده مایلی سینا بود که صحرای سینا رو طرفین در حال جنگ بودن، هر دو طرف استراب سم میکرد. اسرائیلی‌ها بلند شدن با میراش به شمله کردن، بعد کاپیتان کشتن، زخمی کردن. 225 نفر در حمله اول، موج دوم حمله کرد، موج سوم با قایقای توپدار اومدن. هرچی اینا هم کشتی مسلح نبود، کشتی بعد بیش از وقتی هم تازه پیاده شدن فرار کنن با قایقای نجات، اونا را به رگبار می‌بستن. یعنی اونا رحم نمی‌کنن به خود آمریکایی شد. من نگرانی این است که یه همچه حادثه برای یکی از این کشتی های آمریکایی به وجود بیاد توسط خود اسرائیلی ها و بعدش توی آغاز جنگ. حالا وقتی جنگ شروع شد دیگه از کنترل خارجه، نمیارم حتی اگه حقیقت هم بدونن همون لحظه نمیگن. و همونطور که در رابطه با جنگ عراق این دروغ ها از دو سال بعدش شروع شد، یه مرتبه رو شدن و آقای پاول اومد توی بی بی سی اظهار شرم کرد از بزرگترین خطای دوران زندگی سیاسی نظامیش. گفت منو فریب دادن. یک جنرال بلند مرتبه امریکایی که امریکایی‌ها میپرستیدنش. بله. آمد گفت منو فریب دادن. بله کاملا. تا 24 ساعت قبل از جنگ حمله حزب دموکرات رای نمیدن. اعتراض دروغ بردن. تنها یه نفر رای ندن. اونم همه آقای باراک اوباما بود. همونی که میگید مردم آمریکا جنگ طلب نمیخوان به خاطر اینکه یه نفر رأی نداد رفتن پشتش به جمهورش کردن. و اتفاقا آقای ترامپ هم زرنگ بود، تمام سخنرانیش علیه جنگ طلب هم و برد. و همین دلیل هم خود این تحلیل هم درسته که آقای ترامپ میدونه که به اصلا وارد جنگ شد دیگه به این سادگی نیست. البته بوش پسر دور دوم بازی رو باخته بود، ولی کیزینجر اومده بود آلمان، ازش پرسیدن بوش انتخاب میشه یه هفته دیگه اونده، گفتش که آره، برای اینکه مردم پشت روی جمهوری که وارد جنگ شده دیگه بل نمی کنند تا بیایی سرانجام نیست، نه اینکه لایقه، نه اینکه کارش درسته، ولی اینجا اگر رای ندن نشانه ضعف قدرت آمریکا برقی میشه. یعنی همچون پیچیدگی های جامعه آمریکا هم داره. و همونطوری که به شما دقیقا تاکید کردید که آقای رئیس یه دقیقه وقت دارید، جانم یک دقیقه وقت باقی مونده. بله، ترفندهای جاسوسی رو گفتی، امیدوارم کاخ سفید همونطور که این طرف ایران آقا قاسم سلیمانی ها و دیگرانی که نفوذ دارن مواظب این بازی های چیز باشه، توطئه آمیز، امیدوارم ترامپ هم توی دام این توطئه‌گران جنگ طلب مثل بولتون نفته یه گزارشات تقلبی ببرم اونجا، و این گزارشی هم که داده شد گزارش موساد بود در حقیقت، میخواد جنگ. بله. ما
امیدوارم یه طرفین هوشیاریشون رو حفظ کنند و فریب این دستگاه های توطئه‌گر قرار نگیرن. سپاسگزارم در صورت محفظ. سپاسگزارم ازتون جناب آقای رئیسید. سیاوش ایران، فرزندان کوروش، قدرت ایران ناشی از قدرت شما فرزندان ایران است و قدرت شما فرزندان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران. تا سخن روز دیگری همه شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران می سپارم. بدرود تا درود دیگر.